سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد دارم که نمونه سوال شماره P81 از نمونه سوالات امتحان APM ورودی ریاضی دانشگاه اتریش از جمله دانشگاه TU و دانشگاه وین رو بررسی کنم. سوال مربوط به هندسه هست و دقیقا یکی از سوالهایی هست که در امتحان شبیهش اومده تا حالا. گفته فون آینم تراپ میدن پارالل زایتن آب اون سده کنت من دیلنگ در زایت آب سولف سانتی متا، که یعنی که از یه دونه زوزنقه میدونیم که پارالل زایتن یعنی از لای موازی آب و سده رو داره و اندازه زل آبه رو میدونیم که 12 سانتیمتره و گفته که دیلنگ در دیاگوناله، دیاگوناله یعنی قطر، قطر آسه اون 14 سانتیمتره، زووی دی وینکل آلفا، وینکل یعنی زاویه، آلفا یا هم زاویه د آبه که الان میبینیم زاویه د آبه منظورش چیه 63 درجه و زاویه بتا یا آبسه 81 درجه است. گفته که بلشتن زی دن اون فانگ اون دن فلشن این هالت دس تراپس، یعنی اینکه اون فانگ محیط و فلشن این هالت یعنی مساحت زوزنقه رو خواسته که حساب کنیم. اولین کاری که تو این سوالا معمولا باید انجام بدیم اینه که شکلمون رو رسم کنیم. معمولا برای رسم شکل اون چیزی که تو مسئله توضیح میده بهترین روش اینه که شما بیاید از پایین سمت چپ صفحه شروع کنید و اولین حرفی که گفته اونجا قرار بدید. مثلا اولین حرف اینجا A هست، خب بنابراین من A رو اینجا قرار میدم، نقطه A رو اینجا قرار میدم و در جهت عکس عقربه های ساعت پیش میرم، نقطه B، نقطه C و نقطه D رو قرار میدم. حالا با توجه البته به اطلاعات مسئله باید قرار بدیم که بدونیم چه حدودی از نقطه ها باید بذاریم. مثلا خب گفته که آب و سده موازی هن. پس بنابراین این میشه آب و سده و اینکه گفته زاویه د آب 63 درجه است. د آب یعنی بینشون این زاویه‌ای که وجود داره کل 63 درجه است. کاری به این نداریم که این قطر این زاویه رو قطع کرده. و اندازه قطر آسه رو داده که 14 سانتی متر قطر آسه رو رسم کردیم. ارتفاعش هم میتونیم رسم کنیم تو این سوال چون بعداً می‌خوایم از ارتفاع استفاده کنیم، مثلا ارتفاع عمود و ارتفاع عمود چون گفته پارالل زایتن هستن ارتفاعها برابر هستن. و هر دوشون رو میتونیم با حرف H مثلا نشون بدیم که معمولا به ارتفاع استفاده میکنم و زاویه ABC هم که میشه ABC که این زاویه وسطش هست در واقع گفته که 81 درجه است. اولین کاری که ما میتونیم انجام بدیم توی این شکل، خب ما یه مثلثی داریم، مثلث ABC که اینجوری بتر شده قطر ما. ما میتونیم تو هر مثلثی، توی این مثلث دو تا زاویه رو داریم، یه دونه ببخشید دو تا اندازه زر رو داریم و یه دونه زاویه هم داریم که زاویه همون 81 درجه است. حالا یه ذره من بد خط نوشتم، مشخص نیست. توی چنین حالتی دو تا کار من میتونم بکنم که این زر رو هم به دست بیارم، که البته اینجا من ترجیح میدم این زر رو اول به دست نیارم و به جای اینکه زر رو به دست بیارم بیام این زاویه آسبه رو در واقع حساب کنم، این زاویه که اینجا دارم. چجوری میتونم وقتی که این زر رو دارم و ببخش این زر رو دارم و این زر رو دارم و این زاویه رو دارم این زاویه رو حساب کنم؟ یه قانونی داریم ما به اسم قانون سینوسات. قانون سینوسات میگه چی؟ میگه که وقتی شما یک زل یعنی یک زاویه و زل اندازه زل روبروش رو دارید، میتونید با داشتن یک زل دیگه اندازه زاویه مقابل اون رو حساب کنید یا
با داشتن یک زاویه دیگه اندازه ضلع مقابل اون رو حساب کنید. خب ما اینجا یک زاویه داریم، ضلع مقابلش هم داریم. این زاویه 81 درجه، ضلع مقابلش 14 سانتی متر. از اون طرف یک ضلع دیگه هم داریم، زاویه مقابلش رو نداریم. خب ما میتونیم از قانون سینوس ساس این رو حساب کنیم به این صورت که هر زاویه رو با ضلع متناظر با خودش رو به صورت کسر می نویسیم و مقدار مربوط به هر زاویه و ضلع مقابلش برابر با مقدار مربوط به هر زاویه با ضلع مقابلش در سمت دیگه است. مثلا اینجا اندازه ضلع AB که داریمش و 12 سانتی متر به روی سینوس ACB که زاویه مقابلشه مساوی اندازه ضلع AC که اونم داریمش و 14 سانتی متر به روی سینوس 81 درجه که داریمش که میدونیم 81 درجه است. ولی چون سینوس ساتسه، خب سینوس باید استفاده کنیم. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد، میتونم من صورت رو سینوس ها رو بذارم و مخرج رو اندازه ضلع ها؟ بله، هیچ فرقی نداره، در صورت جواب درست در میاد. خب حالا من میام عددامو جایگذاری میکنم، 12 رو که دارم، 14 رو هم دارم، سینوس 81 رو هم دارم، این برام سینوس ACB مجهوله، در واقع میخوام سینوس این زاویه رو به دست بیارم. سینوس ACB طبق این فرمول طرف این وسط هم میکنه و میشه 84 صدم. 84 صدم رو اگه آرک سینوسش رو بگیریم، یعنی سینوسش رو معکوس کنیم، اندازه خود زاویه به دست میاد که میشه 57 ممیز 84 صدم. پس تا اینجا من این زاویه رو به دست آوردم. حالا با داشتن این زاویه توی مثلث CAB، خب من میتونم در واقع از کوسینوس ذات استفاده کنم و اندازه ضلع BC رو هم به دست بیارم. چطور میتونم از کوسینوس ذات استفاده کنم؟ کوسینوس ذات میگه که وقتی که شما یک زاویه رو داشته باشید و دو تا ضلع دو طرف اون زاویه رو هم داشته باشید، میتونید اندازه ضلع روبروشون رو حساب کنید. ممکن بگید که خب ما این زاویه رو که نداریم چون کلش رو داریم و 63 درجه است. ولی من میگم که توی مثلث ABC من این زاویه رو داشتم. این زاویه هم توی قسمت قبل حساب کردم، اینجا درش آوردیم دیگه، این زاویه رو پیدا کردیم. بنابراین برای اینکه بخوام این زاویه هم حساب کنم، میتونم 180 که مجموع زوایای یک مثلث هست رو منهای جمع مقدار این دوتا زاویه کنم. بنابراین این زاویه من به دست میاد. حالا میتونم از کوسینوس ساس که وقتی هستش که ما یک زاویه و دوتا ضلع دو طرفش رو داریم، میتونیم ضلع مقابلش رو حساب کنیم که اینجا در واقع کوسینوس ساس رو مینویسم و اینا هم که میدونید نیازی نیست حفظ باشید توی امتحان، میتونید کتاب فرمول زانلونگ رو ببرید. مثلا توی یکی از کتاب فرمول زانلونگ دقیقا سینوسات و کوسینوسات رو توی قسمت 84 صفحه 13 نوشته، بخش تریوگونومتریش زد سه ان فرمول. و میام با استفاده از فرمول کوسینوسات میگم تو مثلث سه آبه به C به توان دو مساوی AB به توان دو به علاوه AC به توان دو منهای دو AB در AC در کوسینوس این زاویه که دوتا ضلع دو طرفش رو دارم و در نهایت مقدار BC به دست میاد که اگر حسابش کنید 9.32 صدم هستش. در ادامه من میتونم بگم که حالا که این ضلع رو دارم، این ضلع رو به دست آوردم، این ضلع هم که خود مسئله داده بود، حالا توی مثلث BCY، یعنی BCY این مثلثی که من با رسم ارتفاع به دستش آوردم، اینجا هم از یه سری قوانینی میتونیم اضافه کنیم، مثلا استفاده کنیم. مثلا توی مثلث قائم الزاویه ما یه قانون داریم که توی این قانون میگیم سینوس زاویه، توی سینوس زاویه تتا توی مثلث قائم الزاویه مساوی گیگن کاتت به روی هیپوتینوزه هستش. هیپوتینوزه همون وتر ما میشه که اینجا هم از این قانون استفاده کردن، سینوس این 81 درجه
مساوی ارتفاع من به روی وتر من. خب وتر رو که اندازش رو الان حساب کردم، پس میخوام ارتفاعم رو به دست بیارم، پس از این قانون در میارم که ارتفاعم میشه 9.21 سانتی متر. چون توی این مثلث هر دو این دوتا ضلع AB و دوتا ضلع CD موازی هستن طبق اطلاعاتی که خود من سر داده و گفته که میدن پاهالل زایتن، حالا من میتونم ها رو برابر ها بگیرم و این دوتا ها رو یکی بگیرم. حالا توی این مثلث میتونم اینجا از این قانون به صورت دیگه استفاده کنم و اندازه ضلع AD رو به دست بیارم که تا حالا نداشتمش، این ضلعی که اینجا هستش. پس از همون قانون استفاده میکنم، در واقع سینوس زاویه تتا مساویه گگن کاتته به هیپوتینوزه که هیپوتینوز من اینجا این وترم هست دیگه، آده هست و گگن کاتته من هم اچ هستش. اینا رو جایگذاری میکنم و جواب میشه 10.33. خب توی این مثلث من این ضلع رو دارم، این ضلع هم دارم، این زاویه هم دارم. چجوری این زاویه رو دارم؟ این زاویه رو قبلا حساب کرده بودم، 63 منهای اون چیزی که حساب کرده بودم میشه اندازه این زاویه بعدی. خب این زاویه رو توی مثلث ACD که دارم میتونم دوباره با استفاده از قانون کوسینوس ساتس این ضلع مقابلش هم که همچنان ضلع مجهول ما هست رو حساب کنم، که اینجا قانون کوسینوس ساتس رو میبینید که جایگزین کردم دوباره برای اون مثلث و گفتم که توی مثلث DAC 63 منهای اون مقداری که قبلا به دست آوردم مساوی 21 و 34، حالا یا 54 نمیدونم دقیقا، میشه اون اندازه اون زاویه که من تو کوسینوس ساتس هم نیاز دارم. پس جایگزین کردم و بعد از اینکه جایگزین کردم اندازه ضلع DC رو هم به دست آوردم، 5.84. با داشتن اندازه این ضلع دیگه الان با اندازه تمام اضلاع این زوزنقه رو داریم و میدونیم که محیط میشه جمع تمام اضلاع، همه اضلاع رو با هم دیگه جمع میکنم، جمعش میشه 37.52 که میشه محیط زوزنقه ما و مساحت زوزنقه ای که دوتا ضلع موازی داره و ارتفاعش یکسانه وقتی که دو تا ضلع موازی داره از این فرمول به دست میاد، آی به علاوه 3 به روی 2 در ارتفاع. همه این عدد رو من دارم، همه این عدد رو جایگزین میکنم و مساحت زوزنقه من در میاد 82.2.